بعد ایام سفر دل ما شد دارالعذار، از غم دیوار و در مدینه شد کرب و بلا. فرض کنید که فاجعه هجمه به خانه حضرت صدیق سلام الله علیها در این روزها نبوده باشد، که قطعا این روزها بوده، اما آیا مصیبتی برای ما بالاتر از این هست که همین روزها حق مسلم و قطعی امیر المؤمنین سلام الله علیه رو قصب کردن؟ این عزا نداره؟ این مصیبت نیست؟ که حالا ما بگیم از ماه سفر بیرون آمده ایم و دیگه از ماه حزن و اندوه تمام شده. اصلا محرم و سفر مولود این ایام است. حادثه عاشورا متولد شده حادثه سقیفه است، و اگر نمی بود ماجرای سقیفه چه کسی جرأت می کرد در کربلا به حریم سید الشهدا سلام الله علیه تعدی کند؟ اگر نمی بود این حوادثی که حق مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه، اون حق مسلمی که خودشون اذعان کردن، خودشون آمدن در روز قدیر، حالا غیر از مواقف دیگر، دست بیعت در دست امیر المؤمنین سلام الله علیه گذاشتند و بخن بخن لکه یا مولای گفتند. اگر این روز و این ایام نمی بود، که خود همین تلخکامی قصب حق امیر المؤمنین و نشستن یک جرثومه هایی از سرتاپا جهالت، نادانی، ناباوری نسبت به وحدانیت ذات حق متعال، اینا توحید بلد نبودن، اینا ذات خدا نمیشناختند، و اینا آمدن نشستن خلیفه رسول اللهی شده اند که منادی توحید است. خود این تلخ کامی از این بالاتر نیست. محسن فاطمه با دردی منجلی شد شهید ولایت باباش علی، شد شهید ولایت باباش علی.